هم نباید مسئول باشید. و امسال میده کشته سپاه، مرگ بر کل نظام، شعار بچه های ایران در اعتصاب و اعتراض دانشجویان دانشگاه علم و فرهنگ تهران همین امروز. مادر گریه نکن برای فرزندت، مطمئن باش ما انتقام تو میگیریم. مزار زنده یاد نسرین قادری که همه چشما پر از اشک و خون بود و برادر این زنده یاد هم صحبت کرده، بسیاری از مردم صحبت کردند و خروش مردم و تنفر مردم از حکومت جمهوری اسلامی رو شاهدیم. هایا اگری بابا سر به سر این کار، 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 هایا اگری بابا سر به سر این کار. بله دوستان، همونطور که میدونید این خیزش سراسری نشون داد که مردم ایران همه با هم متحدن، همه دست به دست هم دادن و از تجزیه و تجزیه طلبی هم خبری نیست. از سیستان تا کردستان، از زاهدان تا مریوان، از فارس تا کوهلیو بوی رحمت، تا تهران، تا آذربایجان، همه دست به دست هم دادن که ایران رو پس بگیرن و پیوستن کسبه و بازاریان زاهدان به اعتصابات سراسری. میدونین که دیواندره، مریوان، همه کسبه اعتراض کردن. تقریبا نزدیک 2-3 هفته است که مغازه ها کاملا بازار تعطیله و اینجا هم در انقلاب ایران تحسن کارکنان رسمی وزارت فرهنگ، وزارت نفت رو شاهدیم. دوستان 37 سکوی گازی و نفتی کشور امروز سه‌شنبه 17 آبان تعطیل شده و این یعنی پایان دیکتاتور. وقتی که عرض کردم اعتصابات هم به اعتراضات ملحق بشه، کار اینها تمامه و دیگه انتهای این حکومت دیکتاتوریه. از من کوچکتر به شما نصیحت، دوستانی که در ایران زندگی میکنید، بارها گفتم و باز هم میگم، سرمایه گذاری اگر کردین در بورس، اگر پولی در بانک ها دارید، سریع پولتون رو بیرون بکشید. با رفتن این حکومت تروریستی پول شما از بین خواهد رفت. بنابراین بهترین و عاقلانه ترین کار اینه که حسابتون رو با این حکومت تسویه کنید، پولتون رو بکشین بیرون، در یک جایی، در یک خونتون، در یک مکان امنی فعلا نگهداری کنید تا تکلیف این حکومت روشن بشه. و سخنرانی دکتر شریفی زارچی، بله یک کلیپ دیگری داریم دوستان، این کلیپ رو ببینیم که البته اعتصاب زاهدانی هاست. درود بر شرف بچه های سیستان و بلوچستان زاهدان. اعتصاب بازاریان با کسب کاران بازار مشترک با روز سه‌شنبه 17 آبان، این پاساژ بله اینجا زاهدانه و بچه های شریف زاهدان فراخوان دادن. فردا یادتون نره، هر جای ایران که هستید بیاین بیرون، خواهش میکنم به جای اینکه بشینین پای تلویزیون ها بیاین بیرون. اینجا سخنرانی دکتر شریفی زارچی در جمع دانشجویان متحسن دانشگاه شریفه، در حالی که دانشجویان ضمن تشویق او شعار میدن هر یه نفر کشته شه 1000 نفر پشتشه. از زاهدان تا تهران جانم فدای ایران. خانواده ای که شجاعن، خانواده ای که پشت سر هم هستن، یک نفر اگر با این مشکلی بوده بودشن رخاش نمیدن، پشتش رو خالی نمیدن و این کار خیلی رخاش.
بله، شریفی زارچی در پایان سخنانش میگه که هیچ موقع به آزادی ایران اندازه الان خوشبین نبوده. بله، و میگه که بسیار امیدواره از این خروش ملی، از این خروش دانشجویان که همچنان دو ماه متداومه که ادامه داره. و اعتصاب کارکنان ذوب‌آهن اصفهان، امروز کارکنان شرافتمند ذوب‌آهن اصفهان هم به اعتصابات سراسری پیوستن. اعتصاب 17 آبان ماه، اعتراض و اعتصاب کارکنان ذوب‌آهن اصفهان. 17 آبان ماه، اعتراض و اعتصاب کارکنان ذوب‌آهن اصفهان. 17 آبان ماه. بله، این چنین با اعتصاباتی که جمهوری اسلامی فلج میشه و میلیاردها ضرر میکنه. ممنوع الخروجی یکی دیگر از مجریان صدا و سیمای فاسد جمهوری شیطانی به دلیل حمایت از انقلاب مردم ایران، علی ضیا، مجری و برنامه ساز صدا و سیمای فاسد ضد مردمی، روز دوشنبه 16 آبان در حالی که برای سفر به عراق عازم این کشور بود، پاسپورتش ضبط و ممنوع الخروج شد. او پیش از این در چند پست استوری به کشته شدن مهسا امینی و عدم برخورد با وحوش رژیم جمهوری شیطانی که معترضان را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند اعتراض کرده بود. او در پستی با انتشار نام مهسا امینی نوشته بود: هر کس از غم تو غمگین نیست، دور از شرافت انسانی است. در یک پست دیگر هم نوشته بود: من هم یکی از مردمم. بله، درود بر شرف کسانی که به طرف مردم میان. با آغوش باز اینها رو پذیرا باشید. درسته دوستان، خیلی از شماها می نویسید گذشته این رو نمیشه فراموش کرد، گذشته اونو نمیشه فراموش کرد، یادمون نمیره که این توده ای بود. بله درسته، ولی الان بیش از هر زمان دیگری ما نیاز داریم به اتحاد، نیاز داریم به جمع کردن آرا. و قبول دارم صحبت شما رو، کسی که در گذشته توده‌ای بوده، کسی که در گذشته دست